ادامه برنامه. در جریان هفته روان بار دیگر رهبران کشورهای آسیای میانه و رئیس شورای اتحادیه اروپا در نشست از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده و با نشر بیانیه‌ای بر اهمیت ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم این کشور تاکید کرده‌اند. آنان گفتند که متحد به افغانستان امن، صلح‌آمیز، باثبات و مرفه هستند. این دومین بار است که کشورهای اروپایی و آسیایی تا نشستی بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید می‌کنند. آنها بر اهمیت ایجاد یک حکومت فراگیر، اهمیت ارتقا و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه شهروندان افغان، به ویژه زنان، دختران و گروه‌های قومی تاکید کردند. ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان از چه راهگذر ممکن است؟ هیچ کشوری حکومت را نمی‌خواهد که مطابق یک قانون که دهو مردم افغانستان از طریق انتخابات سهم بزرگ داشته باشه تا بال توقع نکدن، ولی مردم افغانستان حکومت را میخواهند که او مطابق یک قانون اساسی و نظر بر رأی مردم افغانستان به میان بیاید. اگه کوم تولنی سی مثلا نواری سی افغانستان که دی خزو لپاره دی کار زمینه او دی مختبونو خلاصون ده، هغه باندې هم کار روان ده او امارت اسلامی خلکو سره دا هوډ کړی ده سی مختبونه خلاص کی، دی خزو لپاره دروازې دی مختبونه خلاص وي او هم دی کار زمینه ورته برابر سی، دی لپاره سی خزه هم یو قشر دی خلکو تشکیل وي. رئیس جمهور تاجیکستان در این نشست تهدیدات امنیتی از خاک افغانستان را یک چالش جدی خوانده و گفته است که خاک افغانستان به ویژه ولایت‌های شمالی این کشور به محل پرورش تروریسم بین‌المللی تبدیل شده است. امام علی رحمان افزوده است که قاچاق مواد مخدر نیز در افغانستان افزایش یافته که برای مبارزه با آن نیاز به تقویت هماهنگی مشترک امنیت مرزی با افغانستان می‌باشد. با توجه به وضعیت کنونی افغانستان، اتخاذ اقدامات مشترک برای مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر در افغانستان مهم است. برای رفع این نگرانی ها چه باید کرد؟ تحولاتی که در افغانستان اتفاق افتاده و جابجایی هایی که صورت گرفته و نگرانی هایی که در پاکستان و گروه های تروریستی در پاکستان و افغانستان امکان حضور و پروریشان هست، این نگرانی را به نگرانی جدی برای کشورهای آسیای میانه تبدیل کرده که ممکن است که ثبات و امنیت را در آسیای میانه برهم بزنه و سبب یک دیگرگونی و یک تغییرات نسبی در عرصه ثبات در آسیای میانه شد. فکر میکنم در صورت که روابط کشورهای همسایه با افغانستان بهبود پیدا نکنه، اختلافات امنیتی بالا خواهد گرفت و این سبب این خواهد شد که پیامدهای منفی بر منطقه بگذاره و همه کشورهای آسیای مرکزی، غرب افغانستان، شرق افغانستان، جنوب افغانستان که کشورهای زیاد قرار داره صدمه خواهد دیدن. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی گفته که جامعه جهانی از ما حمایت نمی کند، پس ما چرا به خواست آنها گوش دهیم؟ آقای مجاهد تاکید کرده است که امارت اسلامی خواستار روابط خوب با مردم و جامعه جهانی است، اما این موضوع نمی تواند یک طرفه باشد. این اظهارات در حال صورت می گیرد که پس از گذشت تقریبا به 2 سال تاکنون هیچ کشور امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی هرگز از ما حمایت نخواهند کرد، پس ما چرا باید به خواستهای آنان گوش دهیم؟ در صورتی که یک روابط خوب با جامعه جهانی برقرار نشود، تبعات آن چی خواهد بود؟ هر گونه محدودیت و یا همقدر رابط جامعه جهانی با افغانستان، ما فکر میکنم که افغانستان را در انزوای بیشتر قرار میده و متاسفانه فاجعه بشری در افغانستان را تقویت میکنه. بنان راه درست و دیپلماسی مناسب این است که طالبان تلاش کنند تا نوع تعاملشان با منطقه فراتر از منطقه و جامعه جهانی با رویکردهای مثبتی که جامعه جهانی از طالبان انتظار دارد تقویت کنند و افغانستان از انزوای کنونی بیرون بسازند. به نظر میرسه که هرچه امارت اسلامی بر موضوع خود پافشاری کنه و کنار نیاید و یک تعامل مثبت با جهان نداشته باشه، جامعه افغانستان را، کشور افغانستان را به سمت منزوی شدن بیشتر سوق میده و این در دراز مدت مردم را و جامعه ما را به خطر مواجه میکنه. یگانه رفع انزوای
سیاسی و اقتصادی افغانستان تعامل استراتژیک سیاسی و محور سیاست اقتصادی با جامعه جهانی، مبارزه جدی علیه گروه های تروریستی و روی کار آمدن حکومت اما شمول طبق پیمان دوها شده میتواند. قریب به 2 سال است که دختران از رفتن به مکتب محروم هستند. در این مدت هیچ نهاد و سازمانی نبوده که درخواست بازگشایی مکاتب را نکرده باشد، اما به هیچ یکی از این خواستها توجه صورت نگرفته است. به نظر می رسد اکنون هم هیچ برنامه‌ای برای بازگشایی درب مکاتب وجود ندارد. دانش آموزان با انتقاد از این روند می گویند که با گذشت هر روز انگیزه ایشان نسبت به درس و تحصیل کمرنگ شده و در وضعیت بد روحی و روانی قرار دارند. آنان ادامه این وضعیت را تأسف بار توصیف کرده و از نهاد مسئول می خواهند هرچه زودتر به این روند خاتمه دهند. ما توی 6 سال که درس خواندیم، اگر از این می ترسیم که سال دیگه مکتب دروازش بسته شود و توی 6 سال که زحمت کشیدیم، زحمت های ما همه به هدر میره. اول اینکه دخترها باید درس بخونه، اما اسلامی اگر هستن دین اسلامی رو نگفته که نباید دختر درس بخونه. حق از هم از زن است و هم از مرد و ایر از امارت اسلامی خواهش مندیم که دخترها را بگذارن که درس بخونه. درس و تحصیل برای همه است و همه حق تحصیل دارن، مخصوصا دخترها. دخترها هم بخشی از جامعه هستن و دخترها هم میتونن به مقام های بالای برسن و میتونن کمک های بسیار بالای به مردم خود انجام میدهند. یک رقم مایوسی، یک رقم ناامیدی را در دخترای ما به وجود آوردن. حتی سر بعضی از استادای ما تاثیر کردن، میگن وقتی که دختری نباشد که الان تحصیل کنه آینده ما چه میشه؟ ما دکتری نداریم، مقابله ای نداریم، ما معلم زنی نداریم که حتی خدمت کنه به طبقه زن ما. یعنی اکثر دخترها که هستن اینا در خانه بیخی به انزوا و گوشه‌گیری رفتن و ای که یک بچه درس میخونه میگه یک مرد با سواد میشه، اما وقتی که یک دختر درس میخونه یک جامعه با سواد میشه. در همین حال رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان وضعیت تعدادی از دختران را در افغانستان نگران کننده خوانده و گفته است محرومیت دختران از درس و تحصیل وضعیت را در افغانستان بدتر کرده است. نماینده ویژه آمریکا در امور زنان در افغانستان گفته است که تمامی دختران در افغانستان سزاوار حق تحصیل و دسترسی به آموزش با کیفیت است. او تاکید کرده است که عدم دسترسی به آموزش آینده زندگی دختران را در افغانستان تحت تاثیر قرار خواهد داد. در حال حاضر 2.5 میلیون دختر افغان از تحصیل بازماندند. هر دختری سزاوار دسترسی به آموزش با کیفیت است. فعالان حقوق زن نیز آموزش را حق اولیه هر انسان می داند و می گوید هر چه زودتر باید به این محرومیت پایان داده شود. که آموزش لازمه توانمندسازی برابری فرصت هاست و این حقوق اولیه هر انسان است که بدون در نظر گرفتن جنسیت باید به با اونا داده شود. ولی مسئله مهم ای است که آیا تا حال این نهادها هیچ اقدام عملی در این مورد انجام داده است یا خیر؟ کمتر از 2 سال است که ما هیچ نوع اقدام عملی از سوی نهادها ندیدیم. اینا در اصل کسایی هستند که میتونن بالای طالبان فشار بیارن و طالبان را وادار کنن که به خواست زنان در افغانستان و جهان تمکین کنن. من به حیث یک دختر افغان از امارت اسلام میخوام تا مکاتب، دانشگاه ها و کورس ها را برای دختر ها باز نموده و آنچه حق مسلم دختران افغان است را دوباره به آنها بدهد. توماس فست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان قرار است در دور جدید سفرهایش به بریتانیا و امارات متحده عربی سفر کند. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گفته است که در این سفر با مقامات کشورهای بریتانیا و امارات متحده عربی در مورد افغانستان گفتگو می کند. وست در این باره توضیحات بیشتر ارائه نکرده، اما آگاهان امور می گویند که سفرهای توماس وست درباره افغانستان تأثیرگذار نیست و نتیجه ملموسی در پی نخواهد داشت. تا کنون سفرهای آقای تام وست که با جمعی از افغانها در ترکیه و یا در کشورهای دیگه دیدن کردن تا کنون دستاورد چندانی نداشته
و تا حال هم ما ندانستیم که برنامهشان در قبال افغانستان چی هست. فعلا اینا تلاش دارند تا اینکه در سیاست‌های افغانستان از نزدیک دخیل شوند، از مردم افغانستان بشنوند و بعدش برنامه ریزی بکنند. در دراز مدت مجموعه سفرها نتیجه خواهد داد و میتونه که یک اجماع کلی را در مورد افغانستان فراهم بیاره، اما در کوتاه مدت این سفرها به صورت آتی و زودنگام نتیجه نخواهد داد. بینندگان عزیز، تشکر از توجهتان در برنامه این هفته. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا می سپاریم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.